به نام خدا 97 چیز که یک برنامه نویس بهتر است بداند عباس یزدان پناه هستم و با ارائه بخش دیگه از این کتاب در خدمت شما هستم بپرسید کاربر چه میخواهد شما کاربر نیستید همه ما فکر میکنیم که دیگران مثل ما فکر میکنن روانشناسا به این اثر اثر اجماع کاذب میگن و وقتی کسی مثل ما نیست ما ناخداگاه فکر میکنیم که اونها اشتباه میکنند اثر اجماع کاذب توی نرم افزار نویسا چگونه خودشو نشون میده وقتی که ما میخوایم یه واسط کاربری برای کاربرانمون درست کنیم اثر اجماع کاذب ما رو تحت شعا قرار میده و نمیگذاره که ما بتونیم خودمون رو جای کاربرانمون قرار بدیم کاربرا وقت کمی با کامپیوتر میگذرونن اونا نمیدونن نه اهمیت میدن که کامپیوتر چطور کار میکنه اونا نمیتونن از مهارت حل مسئله ای که ما به صورت روزمره ازش استفاده میکنیم استفاده کنن. اونها مثل ما توانایی تشخیص الگوها و سرنخ ها رو که منجر به حل مسئله میشه ندارن چون ما خیلی عادیه برامون با این سرنخ ها سر کله زدن. حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که کاربرانمون رو مشاهده کنیم. از کاربرمون یه سوال بپرسیم و اونو مشاهده کنیم. نکات اساسی این که نبایستی سوالمون حاوی راه حل باشه یعنی چی یعنی اینکه نپرسیم چه فرمولی می نویسی تا این مسئله رو حل کنی در صورتی که بهش بگیم که این مسئله رو حل کن خودش باید پیدا کنه که راه حل این کار فرمول نویسیه نباید اون رو راهنمایی کنیم و کارش رو قطع کنیم تنها باید اون رو مشاهده کنیم و هی از خودمون بپرسیم چرا این کار رو کرد چرا اون کار رو نکرد چی شد که این راه انتخاب کرد چرا اون راه انتخاب نکرد در نهایت چیزی که ما به دست میاریم این هاست که میدونیم اکثر کاربران یه کار رو به یه شکل انجام میدن و در یه سری نقاط گیر میکنن نکته این که باید قدرت طراحیمون رو توی اون نقاط متمرکز کنیم چیزی که باید یادمون باشه این نوع طراحی کردن و اون جلسات رسمی طراحی یه فرق اساسی داره اونجا آدم ها نظراتشون رو میگن در صورتی که اینجا بازخورد کاربره که به ما میگه چه کاری باید انجام بدیم نکته بعدی این که اکثر کاربران ما گیر میکنن ما برنامه نویس ها معمولا یه قدم میاییم مقب اطراف رو به دنبال راه حل میگردیم اما کاربران معمولا به مانیتورشون نزدیک میشن و همونجا دنبال حل مسئله گردند نکته اساسی ای این که باید کمکمون رو نزدیک به محل خطا ارائه کنیم پس خیلی وقتا یه طول تیپ کوچیک خیلی کاراتر و تو از چندین صفحه مستنده نکته ای که باید دقت کنید اینه که کاربران به هر شکلی که شده راه خودشون رو پیدا میکنن هر چقدر سخت هر چقدر پیشیده و به اون پایبند میمونن چون راهیه که کار میکنه حالا کار ما اینه که کار کاربر رو باید ساده کنیم راه ساده ای باید جلوی پاش قرار بدیم نه اینکه یه شورتکات کی یا کلید میانبر و کلید میانبوراش اضافه کنیم باید دقت کنیم که فاصله خوبی وجود داره بین اون چیزی که کاربر میگه میخوام و اون چیزی که در عمل نیاز داره این دقیقا مثل جمع آوری نیازمندی های کاربر قبل از پروژه است مشتری من قبل از پروژه است که ما به جای سوال پرسیدن ازش مشاهده میکنیم پس در نهایت اینکه یک ساعت مشاهده کردن بهتر از یک روز فکر کردنه خیلی ممنون که به این قسمت هم گوش دادید خدا نگهدارتون باشه